که جمعشون بکنی میشه 4.96 زد در 10 به توان منفی 24. فقط اونجا یادم رفت چون نوترون دوتا بود، اون عدد رو باید زد در 2 هم میکردیم. بسیار. بقیه دوستان نظر سریعتری نداری؟ کسی دیگه از دوستان باشه که سریعتر به ما جواب بده؟ از یه راه دیگه هم میشه رفت تقریبا. بگو بگم بگو. ما میتونیم بیایم تقریبا جرم نوترون و پروتون رو یک در نظر بگیریم، بعد چون سه تا داره 3 زد در 1.66 بکنیم زد در 10 به توان منفی 24 که همون باز 4.96 تقریبا. بسیار بچه دقت کنی، روش دومه بهتر. ببینید روش اول خیلی طولانی میشه، یعنی ما اگر بخوایم بیایم 1850 رو ضرب در ام کنیم تبدیل کنیم به گرم 1840 هم همین صوره، خیلی طولانی میشه. کاری که میکنیم چی هستش؟ ببینید میایم میگیم خدمت شما عرض کنم که ایزوتوپ طبیعی و پرتوزای هیدروژن مچو چی هستش؟ H3O1. خب اون سه مجموعه چی هستش؟ جرم پروتون و نوترون، که گفتیم چون جرم اتم یکاش چی هستش؟ AMU هستش، یعنی جرم این اتم برابر 3 AMU هستش. الکترون هم چون ناچیزه اصلا صرف نظر میکنیم، کاری باش نداریم، مگه چقدر میخواد تأثیر بذاره؟ در حد چند صد هزارم. پس میاییم میگیم جرم ایزوتوپ طبیعی و پرتوزای هیدروژن برابر 3 AMU هست. حالا 3 AMU رو تبدیل کن بگرم، یعنی میاییم میگی 3 ضرب در 1.66 ضرب در 10 به توان منفی 24 گرم و جواب سوالت به دست میاد که میشه گزینه 1. یعنی که نیاز نیست شروع کنی دونه دونه اینا رو، اینو تبدیل کنی به AMU، اونو تبدیل کنی به AMU و بعد به این صورت سوالتو حل کنی. خب ببینم کسی اینجا سوال داره. چرا؟ چی چرا آقای درویشی؟ خب بریم تست بعدی. تست شماره 27 کنکور ریاضی 94. خب گفته که کلر در طبیعت دارای دو تا ایزوتوپ هست، جرمهاشو بهتون داده، کربن هم داده. تفاوت جرم مولکولی سبکترین و سنگینترین مولکول کربن تتراکلورید فرمولش هست CCl4 برابر چند AMU هست. زحمت حل این سوالا بکشیم بچه‌ها. جواب سریع بهتون گفتم دیگه بچه، اینم که پاک شد. خب جواب این سوالو برای من بفرستید. شاهانی گزینه 4. خب بقیه دوستان، آقای درویش علی گزینه 4، آقای مقدسیان 4. خب بقیه دوستان، آقای محمد رضا خان شما زحمت بکشین سوال توضیح بده. میکروفونتون وصله دیگه، درسته؟ سلام استاد، صدای من میادش؟ سلام، بله صداتون رو بفهم استاد. من حالا از یه
من از این روش رفتم، نمیدونم درسته یا نه. ما میایم اول سبکترین مولکولمون رو به دست میاریم که با 35 تا کلور و دو... چیز ببخش نه معذرت میخوام 4 تا کلور 35 و یه دونه کربن 12 AMU میشه 152. بعد میایم مولکول سنگین تر رو حساب میکنیم، خب که اونم باز با 4 تا کلور 37 AMU و یه دونه کربن 13 AMU. بله اونم میشه 100 و... چقدر میشه آقای محمد رضا خان؟ من میاد استاد. بله بله صداتون رو من دارم. 161. آها اختلاف این دوتا هم میشه؟ اختلافشون 9 میشه. مرسی. خب بله بچه دقت کنید، ببینید همونطور که دوستامون گفتن ما میتونیم بیاییم سبوکه رو حساب کنیم که سبوکش رو اگر به دست بیاریم میشه 152، سنگینش هم اگر به دست بیاریم میشه 161، اختلاف این دوتا میشه چند تا؟ 9 تا و جواب سوال میشه گزینه 4. اما بدون محاسبه جرم بریم دیگه، نه این جرم مولکول به دست بیاریم رو جمع کنیم. آقا جان چند تا کربن داری تو فرموله؟ یه دونه. خب اختلاف جرم کربن ها چقدره؟ 12 و 13 1 میشه 1 به اضافه یه. چند تا کلور تو ترکیبت داری؟ 4 تا. خب این 4 تا اختلاف جرم ایزوتوپاش چند واحده؟ 2 واحد. جواب سوال میشه چند؟ 9. به همین سادگی دیگه نیاز نیست بیای جرم حساب کنی، خیلی ساده میگیم چند تا کربن داریم؟ یه دونه. اختلاف جرم ایزوتوپاش یکه، اینم اختلاف جرم ایزوتوپ های کلور هست ضرب در تعدادش، حاصل میشه اختلاف جرم ایزوتوپ سبک و سنگین، و به همین سادگی مسئله حل میشه. خب اگر میخواید اینو یادداشت کنید میتونید بنویسید بچه نگاه کنید، این یک اختلاف ایزوتوپ های کربن، این دویی که اینجا هست اختلاف ایزوتوپ های کلور هست، این چهار هم چیه؟ تعداد کلور هستش توی ترکیب. از این رابطه هم خیلی ساده میتونید این رو محاسبه کنید و جوابتون رو به دست بیارید. بریم تست بعدی کنکور ریاضی سال 95، اینم جدول برو ببینم چیکار میکنه. گفته با توجه به داده های جدول زیر جرم مالی ترکیب آد و ایکس چند AMU است؟ به دست بیار به من بگو ببینیم داستان از چه قرار خواهد بود. ببینید برای اینکه کارمون سریع‌تر بشه بچه ها، خب ما بعد الان اینجا بیاییم جرم اتمی میانگین آر رو به دست بیاریم، ایکس هم به دست بیاریم، بعد جرم مولی رو حساب کنیم. الان برای اینکه شما اینجا بتونید جرم اتمی میانگین آر رو به دست بیارید، نگاه کنید 90% این جرم مال 47، 10% مال چنده؟ 45. یعنی الان عدد جرم اتمی میانگین ما به چی نزدیکه؟ به 47. یعنی میشه 46 و خورده ای، خورده ای شما میخواید.
اختلاف اینه چند واحده بچه؟ دو واحد هستش. نه دهم دو واحد میشه چقدر؟ یک و هشت دهم. یک و هشت دهم رو به اضافه 45 کن، این میشه 46.8 جرم اتمی میانگین آن. یه بار دیگه میگم، یه بار دیگه همه گوش بدم. دو تا ایزوتوپ دارم، عدد جرمی 45 47. درصد های فراوانیشون هم به من داده. 90% 47، 10% چیه؟ 45. 9 دهم 47 دارم، 1 دهم 45. 45 رو ثابت نگه میدارم، توجه کن. میام میگم 9 دهم عدد دو. چرا دو؟ چون اختلاف این دوتا دو واحده. 9 دهم دو میشه 1 و 8 دهم. 1 و 8 دهم رو با 45 جمع کن میشه 46.8. این جرم اتمی میانگین آب. اما برای x، ببینید x هم همین داستانه. دوتا ایزوتوپ دارم، باز دوباره اختلافشون دوتاست، درسته؟ خب عدد به 37 نزدیکه، یعنی 36 خورده ایه. خب حالا اصلا اونم کاری ندارم، میگم 80% دو واحد میشه چقدر؟ میشه 1 و 6 دهم. 1 و 6 دهم رو با 35 جمع کن میشه 36.6. جرم ها رو داری، جرم مالی رو حساب کن. آ دو میشه 2 تا آ، 2 تا آ میشه 2 ضرب در 46.8 به اضافه 3 تا هم ایکس داریم، 3 ضرب در 36.6. جرم مالیمون اینجا به دست میاد. بله گزینه 2 هم جواب سوال ما هستش، که این دیگه محاسبات چی خودتون انجام میدید. پاسخ سوال میشه گزینه 2. خب بله ببینید، گفتم شما میای چیکار میکنی؟ خوب گوش بده. اختلاف دو تا ایزوتوپ من چقدره؟ 2 واحد. 9 دهم واحدش مال 47، 1 دهم واحدش مال 45، درسته؟ خب اون بیشتره رو 9 دهم ضرب در 2 کن میشه چقدر؟ 1 و 8 دهم. با جرم ایزوتوپ کوچیک‌تر جمع کن، این میشه جرم اتمی میانگین یک ایزوتوپ در واقع اون عنصر. حالا برای بعدی، اختلاف باز دوباره چند تاست؟ 2 واحده. بیشتره چند درصده؟ 80%، یعنی 8 دهم. 8 دهم رو در 2 ضرب کن میشه 1 و 6 دهم. با جرم ایزوتوپ کوچیک جمع کن میشه 36.6. اینم جرم در واقع اتمی میانگین ایزوتوپ ایکس. حالا جرم مالیش رو به دست میاریم. جرم رو حساب میکنم. بله بفرمایید آقای شاهانی، صداتو میخوای بس کنم؟ بله. خب آقای شاهانی بفهم. سلام. سلام. من توی همه سوالا کلا میام نسبت درصد فراوانیشون رو حساب میکنم، یعنی مثلا اینجا 1/9، بعد ضرب در اختلاف دوتا جرمشون میکنم. حالا اگر که عنصر سنگین تره فراوان تر بود، از جرم اون کم میکنم، ولی اگه سبک تره فراوان با اون جمع میکنم. آره دیگه، یا به کوچیک اضافه میکنی یا از این بزرگی کم میکنی. بله درسته. چون داریم اضافه میکنیم دیگه بچه ها. ببین ما الان بیشترین فراوانی ما مال سنگینه است، درسته؟ الان سنگینه اینجا 90% تو آ، تو ایکس سنگینه 80%. ما اون عددی رو که در واقع مربوط به سنگینه هست رو به دست میاریم، به اضافه مقدار کوچیکه میکنیم به دست میاریم. یا شما میتونید 1 دهم رو، 1 دهم رو بیای در اختلاف این دوتا ضرب کنی که میشه 2 دهم، و واقعا از عدد بزرگی کمش کنی که باز دوباره جواب بشه همین. ولی یکیشو یاد بگیر که ملکه ذهنت بشه، درگیر نشی موقع حل سوال. یکیشو یاد بگیر، یا ف...
فراوانی بزرگه رو در اختلاف ضرب کن به اضافه جرم ایزوتوپ کوچیک‌تره کن، یا برعکس کمتره رو در اون اختلاف ضرب کن از اون عدد کمش کن. خب بریم توی قسمت بعدی. تست بعدی، اینم جزو تستای خیلی قشنگی بود که سال 95 رشته ریاضی مطرح شد. یک مول گاز کلور شامل 20% جرمی کلور 35، 80% جرمی کلور 37، چگالی رو هم بهتون داده. البته چگالی رو خواسته، حجم مولی گازها رو بهتون داده. اینم زحمت شو بکشیم به دست بیاریم ببینم چیکار میکنیم. خب این جوابشو بچه سریع بگین دیگه. الان ما جرم اتمی میانگینشو که داریم، الان سال قبلی ما حساب کردیم 20% 35 داریم، 80% 37. جرم اتمی میانگینش میشه 36 ممیز 6. درسته؟ خب حالا چگالی رو از ما خواسته رو مساویس با وزن بر روی حجم، میشه 36 ممیز 6 تقسیم بر 30 که جواب میشه 1 ممیز 22 و پاسخ سوالمون میشه گزینه 2. بله گزینه 2 هستش. کسی سوال داره؟ اگه سوال دارید من اینجا میکروفونتون رو فعال کنم سوالتون رو بپرسید. آقای مرادپور عزیز 80% شنده 37، اختلاف جرم دو تا ایزوتوپ ما چقدره؟ اختلاف جرم این دو تا اصلش 2 واحد، درسته؟ خب وقتی اختلاف این 2 واحده، من میام این 8 دهم رو در 2 ضرب میکنم. این 8 دهم که در 2 ضرب بشه میشه چقدر؟ میشه 1.6 دهم. از طرفی جرمم هم به 37 نزدیکه، پس میام این عدد رو با 35 جمع میکنم که جوابش میشه 36.6 دهم. بازم اگه سوالی داریم بچه بپرسین از این قسمت. مشکل نیست؟ بریم تست بعدی. گفته با توجه به این شکلی که بهتون داده چند عبارت درست است. جانم آقای جعفری بفرمایید. اگه سوالی داری بپرس. میخوای میکروفونتو وصل کنم؟ بچه این سوال رو ببینید، من برگردم به تست قبلی یه بار دیگه توضیح بدم. ببین گل پسر، آقای جعفری عزیز، اختلاف جرم دوتا ایزوتوپ چنده؟ 2 واحد. اگه یادت میره بنویس.
این اختلاف دوباره درست؟ خب از طرفی جرم میانگین من به 35 نزدیکه یا 37، همونطور که میبینی به 37 به 37 نزدیکتره. بذارید من آقای جعفری رو بس کنم میکروفونش رو. آقای جعفری صدا منو داری؟ آقای جعفری آقای جعفری خب ببین گفتم اختلاف دوتاست، اینه در واقع جرم اتمی میانگینمون هم به 37 نزدیکه، پس بنابراین کاری که میکنیم میاریم اون 80% عدد دو رو حساب میکنیم، چون به 37 نزدیکه میاییم به 35 کار میکنیم اضافه میکنیم، 1.6 واحد رو به 35 اضافه کردیم چون 36.6 به همین سادگی. یا میتونستی کاری که بکنی این 20% رو در 2 ضرب کنیم میشه 14، چون به 37 نزدیکه میومدی از 37 کم میکردی 14 واحد که باز دوباره میشد 36.6. اما سوالاتی که دوستان پرسیدن بذاری من یه لحظه فایل این سوال رو هم بیارم. خب بسیار خوب، چون 80% مربوطه به 37 ده. اما تو این سوال بچه دقت کنی، گفته با توجه به شکل داده شده چند عبارت درسته؟ گفته وزنی که در شکل یک نمایش داده شده جرمی معادل 1/12 جرم ایزوتوپ کربن 12 رو نشان میده. خب این جمله که درسته، داره 1 AMU رو نشون میده که این 1 AMU معادل 1/12 جرم کربن 12. جمله دوم گفته اتم X در شکل 3 میتواند هر یک از ایزوتوپ های طبیعی هیدروژن باشد، هر یک نه فقط H11 یعنی هیدروژن اولیش، پس جمله دوم غلطه. جمله سوم گفته وزنه معرفی شده در شکل 2 مربوط به اتمی است که جرم آن در حدود 0.5 AMU. بهتون گفتم تو درسنامه ما اتمی نداریم که جرمش 0.5 AMU باشه، ما سبکترین اتممون مربوط به هیدروژن هست که جرمی معادل 1.208 AMU جرم داره، پس اینم غلطه. مورد بعدی گفته اتم ایگرگ در شکل 4 میتواند مربوط به بریلیوم باشد. بچه این 4 رو داره نشون میده، ولی اون 4 عدد اتمی بریلیومه نه جرمش، پس بنابراین فقط در واقع یک عبارت که بچه ها صحیح خواهد بود. خب برخی از دوستان یعنی اغلب نوشتید گزینه 2، من نمیدونم چرا گزینه 2، کدومش رو شما درست در نظر گرفتید؟ بله 4 غلطه. مورد 3 رو نه بچه، مورد 3 گفتم میگه غلطه، چون ما اتمی نداریم که اصلا 0.5 AMU باشه، چون 0.5 AMU نداریم پس این غلطه. خب دیگه 4 یک بار دیگه میگید. مورد 4 ببینیم بچه ها، مورد 4 مربوطه به
اون عدد چهاری که گفته مربوط به عدد اتمیه، مربوط به عدد اتمی برلیوم هستش، در حالی که این ترازو میاد جرم اتمی رو نشون میده و جرم اتمی تقریبا همون معادل عدد جرمیه، یعنی مجموع جرم پروتون و نوترون. به خاطر همین گزینه 4 یعنی مورد 4 هم غلط هستش. اما بریم تست بعدی، آزمون جامع سنجش تجربی 20 تیر جمعه گذشته. گفته عنصر X دارای دو ایزوتوپ با جرم‌های 113 و 115 ایمیو است. اگر جرم اتمی میانگین مخلوطی از این دو ایزوتوپ برابر 114.8 ایمیو باشد، شمار ایزوتوپ‌های سبک‌تر در یک نمونه 50 اتمی این عنصر کدام است؟ محاسبه را انجام بدیم، به من بگید. یکی از دوستانم باید این سوال برای ما یه توضیح بده. حالا قرعه به نام کی بیفته نمیدونم. آقای درویش علی که نوشته من باشه. آقای نوروزی سه. آقای نوروزی آمادگیشو داری توضیح بدی؟ یعنی من الان میکروفون شما رو میتونم وصل کنم؟ به به بسیار عالی، باریکلا اعتماد به نفس. معلومه پرسپولیسی تو کلاس زیاد داریم بچه، اعتماد به نفس ماشاءالله خیلی خوبه. خب اما آقای درویش علی شون بهش قول دادیم، بفهمید آقای درویش علی. سلام استاد. آقای درویش علی. سلام. سلام آقای درویش علی. سلام استاد. سلام، بفهمید. خب استاد اینم خیلی واضحه دیگه، از هم فرمولی که شما فرمودین جزء میگیم دیگه. گل پسر یه ذره شمرده و آروم صحبت کن که صدا پخش نشه، تو من هیچی متوجه نمیشم کلمه کلمه. استاد این خیلی واضحه، از هم فرمولی که شما فرمودین میریم. آها الان خیلی خوبه، بگو. خب استاد از هم فرموله میریم. خب در اثر فراوانی ایزوتوپ سبک‌تر رو خب F1 میگیریم در واقع. خب یعنی این 113 رو شما میگیری F1، درسته؟ بله بله. بسیار عالی. بله بفهمید شما. حالا می نویسیم میگیم که خب میشه استاد M2 منهای، خب حالا من میرسه 115 منهای 114 و 8 هم که میشه 12 هم میشه 115 منهای 114 ممیز 8 تقسیم بر اختلافشون هم چنده؟ دوه. دو هستش ضرب در 100، درسته؟ بله بله. میشه چقدر؟ این میشه 10 درصد. 10 درصد. این مربوطه به سبک است. بله. حالا 10% 50 شاید میشه. باری کلا میشه 3، میشه 53، یعنی گزینه 3. 10% 50 تا هم میشه 5 تا. بسیار عالیه، مرسی. سلامت باشید. خب بسیار خب، با یه توضیح دوباره میدین من خوب باشه. ببینید باز دوباره همون رابطه هست که بهتون گفتم، محاسبه درصد فراوانی با استفاده از یه رابطه. خب
خب ما فراوانی سبکتره رو میخوان. بسیار خب، میریم درصدش رو حساب میکنیم، میگیم F1 مساویست با M2 منهای جرم اتم میانگی. این که F1 باشه میشه چی؟ این میشه F2. خب اونی که F1 هستش میشه M1 و اینم میشه M2. خب میشه M2 115 منهای جرم اتمی میانگین تقسیم بر اختلاف این دوتا ایزوتوپ، یعنی M2 منهای M1 که میشه 2 ضرب در واقع 100. چیزی که ما به دست میاریم درصد فراوانی، یعنی تو 100 تا، تو 100 تا 10 تا داریم، گفته تو چند تا به دست بیاد. یه نمونه 50 اتمی. خب 100 تا وقتی 10 تا باشه 50 تا میشه چند تا؟ 5 تا. جواب میشه گزینه 3. خب اما شمارش ذره ها از روی جرم آنها، یعنی یه مقدمه خیلی ابتدایی و ساده از استوکیومتری رو میخواییم با هم دیگه شروع کنیم. البته این مقدمه به ظاهر ساده اغلب بچه ها رو دوچار چالش میکنه، چون یه مقدار مباحثش در واقع برای بچه ها سخت هستش. من خیلی ابتدایی و ساده توضیح میدم، ابتدایی و ساده هم یاد بگیر، زیادم خودت درگیر مسائل حاشیه‌ای نکن. گفته بدانید و آگاه باشید که از روی جرم یک نمونه میتوان چکار کرد؟ شمار واحدهای موجود یک ماده رو شمارش کرد و اون رو به دست آورد. دانشمندان به کمک دستگاهی به نام تیف‌سنج چی بود بچه ها؟ تیف‌سنج جرمی بود که گفتیم جرم اتم ها رو با دقت زیاد اندازه گیری می کنند. با استفاده از این دستگاه دانشمندان متوجه شدند که هر AMU جرمی معادل اینقدر 1.66 ضرب در 10 به توان منفی 24 گرم رو داره. با این حساب جرم یک اتم کلسیوم بر حسب گرم میشه چند تا؟ میشه 40 تا 1.66 ضرب در 10 به توان منفی 24. چرا که جرم اتمی کلسیوم برابر 40ه، یعنی در واقع 20 تا پروتون داره و 20 تا نوترون داره، مجموع جرمش میشه 40 AMU. البته جرم یک اتمش، خوب دقت کن. یه اصطلاحی داریم به نام مول. بچه مول خیلی چیز ساده ایه ولی خیلی مهمه. ما همه محاسباتمون به ویژه در واکنش های شیمیایی، به ویژه در ارتباط میان یک ماده با اجزای داخلش، از طریق چی صورت میگیره؟ از طریق مول صورت میگیره. میگیم مول به تعداد 6.022 ضرب در 10 به توان 23 ذره از هر اتم مولکول یا یون میباشد. پس محدود نمیشیم به اینکه بگیم حتما اتمه، حتما مولکوله یا حتما یون هستش. همه رو میتونیم دربر بگیریم و آن را با نماد چی نمایش میدن؟ همون مول انگلیسی که مینویسیم نمایشش میدن. خب نکته بعدی، گفته یک مول از هر ماده، این خیلی مهمه، به تعداد عدد آووگادرو ذره دارد. بچه دقت کنید، در واقع عدد آووگادرو که به اسم دانشمند ایتالیایی، یعنی همون آمد آووگادرو در واقع نامگذاری شد، این دانشمند بر اساس محاسبات تئوریکی که انجام داد به این نتیجه رسید که اگر این تعداد ذره از هر ماده رو بچینیم رو هم، که یه چیز خیلی عجیب غریبی میشه، چون این عددی که شما حساب کنید تقریبا 6 23 تا صفر بچین جلوش، شاید خوندنش مثلا دچار مشکل بشیم، اینقدر ذره رو به طور تقریب رو هم قرار بدیم، جرم ماده به اندازه‌ای خواهد بود که میتونیم اون رو با وسایلی که در اختیار داریم در واقع جرمش رو به دست بیاریم. خب عدد یه عدد بزرگیه و ما اغلب سعی می‌کنیم تو محاسبات زیاد ازش استفاده نکنیم، زیاد خودمون رو درگیرش نکنیم، یعنی با همون نماد NI که می‌نویسیم، همون عدد در واقع آووگادرویی که هستش، اینو میام بچه‌ها با N اندیس A نمایشش میدم، با همون در واقع N اندیس A که نمایش میدیم تو محاسبات هم در واقع به همین شکل بنویسیم، در آخر جوابمون رو براتون این به دست میاریم دیگه، خیلی راحت میتونیم در واقع تو گزینه‌ها جواب رو انتخاب کنیم. به تعداد عدد آووگادرو ذره داره. خوب دقت کن.
ببینید من یه مثال ساده براتون بزنم. در نظر بگیرید این قلم نوری که الان در اختیار من هست، یک کدوم از هر وسیله‌ای که الان در اختیار شماست، کنارتون هست، لپتاپتونه، گوشی موبایلتونه، نمیدونم یه لیوان نوشیدنیه یا هر چیزی که در اطرافتون هست، از لحاظ تعداد ذره اینا با هم برابرن. ممکنه جرماشون یکی نباشه سر جای خودش، اما تعداد ذره‌های سازندهشون یکسانه و بر اساس اینکه ابعاد ذره من چقدری هست، اندازه ذراتی هم که در واقع اون ماده رو تشکیل میده با هم متفاوته، ولی تعدادشون یکسانه. یعنی یک مول از هر ماده‌ای، هر ماده‌ای که ما می‌خوایم در نظر بگیریم، از لحاظ تعداد ذره با هم دیگه یکسان و برابر خواهند بود. اینو همیشه حواسمون بهش باشه. به عبارت دیگر گفته تعداد ذره‌های یک مول از هر ماده با یکدیگر برابر میباشد. خب یه اصطلاحی داریم به نام جرم مولی. ببینید جرم مولی در واقع جرمیه که به ازای یه مول ماده تعریف میشه. ما قبل از اینکه بخوایم جرم مولی رو در واقع باهاش آشنا بشیم، داشتیم اتم گرم که بهش میگفتم جرم یک مول از اتم های سازنده یک ماده. بعد داشتیم مولکول گرم که میشه جرم یک مول از مولکول های سازنده ماده. چون در واقع به کار بردن دو تا اصطلاح ما رو دوچار تناقض میکنه و هر لحظه ممکنه که دوچار چالش بشیم و خب اذیت میشیم، این دوتا رو با هم تلفیق کردن، جرم مولی رو ازش کشیدن بیرون که طبق تعریف میگیم جرم یک مول از اتم ها، مولکول ها یا یون های سازنده یک ماده که در واقع چیه؟ همون 6.022 ضرب در 10^23 ذره از اون ماده هست و میگن جرم مولی. و یکای اون بچه چی هستش؟ گرم بر مول یا گرم ضرب در مول به توان منفی یک. به یکی از این دو شکل نمایش میدن به چشممون و هر جفتش باید آده. خب این که خیلی راحته، اینم به قول معروف یکای مخرج آورده توی صورت، یه توان منفی یک رو بهش اضافه کرده. خب گفته در واقع، خب دقت کن، جرم مولی از لحاظ مقدار همانند جرم اتمیه. من میگم کلسیوم 40 mU یا میگم کلسیوم 40 گرم بر مول، ببینید از لحاظ عددی فرقی نمی کنه، اما یکاهاشون متفاوته. وقتی از لحاظ جرم اتمی میگم، یکاش متفاوت از اینه که با جرم مولی بیان کنم. خب میگیم جرم مولی بر حسب AMU و جرم اتمی بر حسب AMU و جرم مولی بر حسب گرم بر مول خواهد بود. صفحه قبل میارید؟ بله صفحه قبل هم میارید. این هم صفحه قبل. بعد خب این کار که برای ببینید از لحاظ فایده نیست، از لحاظ اینه که تو تست بهت میگه مثلا جرم اتمی فلان برابر مثلا 20 گرم بر مول است، یه کار رو باید بلد باشی وگر نه از تو محاسبات تأثیر خاصی نداره. کار آواگادرو زمانیه که در مورد تعداد ذره سوال میکنن تو محاسبات. ببینید تو اغلب موارد توی مسائل زمانی که صحبت از عدد آواگادرو میشه، بهتون گفتم یه بار توی یه صورت میاد توی کسر، یه بار تو مخرج میاد، اینا هم ساده میشن. به خاطر همینم هم گفتم سعی نکنید زیاد خود عدد رو بذارین که بعد محاسباتتون خیلی عجیب غریب بشه، اما انعا بذارید. در نهایت اگر قرار شد این انعا بمونه، جواب آخرتون بر حسب انعا گزارش میشه، بگرنه چیز خاصی دیگه ای نداره. چی شد که همچین عددی رو پیدا کردن؟ ببین علت پیدا کردن این عدد این بود، زمانی که دانشمندان میخواستن جرم
در واقع عناصر رو یا اتم ها رو به دست بیارن، خب اندازه ذرات سازنده بسیار بسیار کوچیکه که عملا نمیتونستن باش کار کنن، یعنی هیچ جوره امکاناتی در اختیارشون نبود که بتونن این ذرات رو بذارن رو هم ببینن چقدر میشه. به خاطر همین دانشمندی به نام آووگادرو اومد بر اساس در واقع تئوریایی که ارائه کرد به این نتیجه رسید، میگم اینم یه عدد تقریبیه، به این نتیجه رسید که اگر این تعداد ذره را رو هم بچینیم جرمش به اندازه‌ای میشه که قابل اندازه‌گیریه. شما اگر اون عدد رو در واقع در اون 1.66 ضرب در 10^-24 ضرب کنید به حسب گرم، به دست میاد که میبینی که تقریبا همون 1 گرم خواهد بود. خب اما بریم توی ادامه بحثمون. رسیدیم به اینجا. نکته بعدی این هستش که بچه ها عدد آووگادرو 1 نداره، این یادتون باشه عدد آووگادرو 1 نداره. کلا ما تو شیمی یه سری اعداد رو داریم که 1 ندارن، که یکیش عدد آووگادرو، یکیش درصد ها هستش، مثل بازده درصدی، مثل درصد خلوص، که اینا هم 1 ندارن، چون در واقع دو تا 1 دارن بر هم دیگه تقسیم میشن. اما برای به دست آوردن جرم مولی از این رابطه استفاده میکنیم که یه رابطه خیلی آبکی هستش، میگیم جرم مولی مساوی با جرم مولی عنصر اول ضرب در تعدادش به اضافه جرم مولی عنصر دوم ضرب در تعدادش به اضافه هر چند تا عنصری که توی ترکیب هست. این جوابش میشه جرم مولی یک عنصر. یک تقسیم بر 1.66 ضرب در 10^-24. بله دیگه چه عدد آووگادرو؟ خب این چیه؟ بچه من فکر میکنم باید یه گروهی ما تشکیل بدیم اگر بشه که توی یه تایمی، حالا خارج از تایمی کلاسمون، پاسخگوی سوالای شما من باشم، چون اینجور سوال که اینطوری میپرسید من دارم وقتگیر، حالا توی واتساپ یا تلگرام یه همچین کاری باید انجام بدیم که بتونیم بهتر با هم این اشکالاتمون رو برطرف کنیم. حالا سوالی چیزی هم اگر داشتید اونجا من بهتون پاسخ بدم. خب پس اجالتاً اجازه بدیم من درسمو پیش ببرم که عقب نیفتیم از اون بودجه بندی که مد نظرمون هست. خب اما گرم رایج‌ترین یکای اندازه‌گیری جرم هستش که توی آزمایشگاه شناخته میشه، که باز دوباره اینجا فونتا به هم ریخت. نکته بعدی گفته استفاده از یکای جرم اتمی در آزمایشگاه در عمل غیر ممکنه، زیرا یکای بسیار کوچکی برای جرم شمار میاد، به خاطر همین میان در واقع از مول استفاده میکنه. ببینیم بچه ها، حالا نکته 26 که گفتم همواره این رابطه برقراره، این خود رابطه خیلی مهمه. ما میگیم همواره برای یک ماده یک ذره این رابطه برقراره. یعنی چی؟ یه مول ماده معادل جرم مولی اون ماده است و این جرم مولی ماده هم معادل عدد آووگادرو ذره از اون ماده است. این سه تا همیشه با هم برابره. پس من حواسم جمع باشه، یک مول از هر ماده معادل جرم مولی اون ماده است و جرم مولی اون ماده هم برابر عدد آووگادرو ذره از اون ماده هستش. خب این رابطه همیشه برقراره، چون تو محاسبات به کارمون میاد. بچه ببینید مثالی که الان اینجا برامون زده شده، ببینید از لحاظ تعداد اتم آهن و کربن با هم برابره، یعنی یک مول آهن تعداد ذرهش به همون اندازه است که یک مول کربن داره، یعنی جفتشون 6.022 × 10^23 هستش. اما جرم هاشون با هم دیگه چی هم؟ متفاوتن. من میگم یک مول آهن 55.85
صدم گرم آهنه، ولی یک مول کربن چقدر بچه ها؟ 12.01 صدم گرم کربن هستش. پس یادمون باشه یک مول از هر ماده از لحاظ تعداد ذره با هم برابره، ولی جرم هاشون متفاوته. این چیزی که من اینجا نوشتم با این اشتباه نگیره، این برای یه ماده مشخصه. یه مول آهن معادل اینقدر گرم آهنه و اینقدر گرم آهن هم همینقدر ذره هستش. این مختص یه ماده است، ولی وقتی تو مقایسه میریم میگیم یک مول از هر ماده از لحاظ تعداد ذره با هم دیگه برابر خواهد بود. اما گفته چگونگی تبدیل جرم تعداد مول تعداد ذره و برعکس. در نظر بگیرید ما یه تعداد مولی از یه ماده رو داریم. خب توجه کن، ممکنه بخوام تبدیلش کنم به تعداد ذره سازنده، ممکنه بخوام تبدیلش کنم به جرم ماده. خب وقتی مولو میخوام تبدیل کنم به تعداد ذره، ببینیم بچه ها ضرب در یه همچین کسری میشه. میگم یک مول ماده 6.2 ضرب در 10^23 ذره هستش. مول تبدیل شد به تعداد ذره. این ورودیشه، یعنی این ورودی اگر در این ضرب بشه خروجیمون میشه چی؟ تعداد ذره. حالا ممکنه بخوام مولو تبدیل کنم به جرم. در این صورت در چی ضرب بکنم؟ در جرم مولی اون ماده. میگم یک مولش معادل جرم مولیش هستش. حالا ممکنه برعکس باشه، ممکنه بخوام ذره رو تبدیل کنم به مول. این دفعه میگم در چی ضرب میکنیم؟ در عکس کسر بالایی ضرب میکنیم. این دفعه یه مول میره تو صورت، عدد آووگادرو میاد توی مخرج. یا اینکه ممکنه که دلم میخواد جرم رو تبدیل کنم به مول، باز دوباره مشکلی نداره، میگیم ضرب در کسر بالا چی میشه؟ معکوس میشه. یک مول میره بالا، جرم مولی میاد پایین. اینم تبدیلی هستش که ما میتونیم در واقع در تبدیلات مول به تعداد ذره، مول به جرم و مواردی از این قبیل به راحتی استفاده کنیم و اون رو انجام بدیم. خب کسی از دوستان سوالی داره تا اینجا؟ سوال نداریم بچه ها؟ اوکی بسیار. اما بریم سوال بعدی. آزمون سنجش آذر 97. سوال اولش یه سوال ساده آوردم که خیلی ساده همه بتونن حل بشن. گفته اگر جرم 1000 دانه خاک شیر برابر 2 گرم باشد، جرم 1000 مول از منیزیم برابر چند دانه خاک شیر است؟ زحمت شو بکشین حل کنیم بهم بگیم ببینم چی میشه. یکی از دوستانم باید زحمت توضیحشو بکشه بچه. جواب میشه 6 تو گزینه ها نیست. خب میخوای یه بار دیگه فکر کنی در میشه. باید جواب باشه که تو گزینه ها باشه دیگه. چون گزینه رو که ما نمیتونیم دست بزنیم بهش. جرم خواسته. جرم نخواسته. تعداد ذره خواسته. گفته چند تا دونه خاک شیره. گفته 1000 تا خاک شیر، 1000 تا عدد خاک شیر 2 گرم. ببینید مول منیزیم رو تبدیل کن به گرم، یه تناسب بنویسون رو به دست بیار.
ابتدا بیاییم بگیم یک هزارم مول در واقع چند گرم هستش دیگه، درسته؟ وزنش رو به دست بیاریم، وزنش میشه N ضرب در M، این N مول هستش، این M بزرگ جرم مولی هستش، این M هم وزن هستش. خب میگیم برابر است با یک هزارم مول ضرب در 24 میشه چقدر؟ صفر ممیز صفر 24 هزارم گرم، درسته؟ بذاریم من این خب. حالا میگیم هزار عدد خاک شیر 2 گرمه، 24 ضرب در 10 به توان منفی 3 گرمش چند تا هستش؟ خب این که با این ساده میشه، میشه 24 تقسیم بر 2 میشه چقدر؟ x میشه 12 گرم، یعنی جواب سوال میشه گزینه 1. خب MG چرا 12 داده؟ خب چیزی که تو سوال داده بچه ها، اینو قبول دارم، من اینو قبول دارم، این اشتباهیه که توی چیز داده، توی تست سوال بوده، ولی جرم مولی من از اون 24 گرمه، حق با شماست. این چیزی که توی سوال بوده و ایراد سوال بوده، ما هم دقیقا همون انتقال دادیم اینجا. بله اینجا حق با شماست های در بیشه. خب آقای شاهانی اینو درستش کنیم بچه ها. پس این 24 گرم بر مول هستش. خب این سوالات آزمون ها متاسفانه تو آزمون های سنجش ما از این داستان ها زیاد داریم که اشکال های تایپیشون متاسفانه زیاده. حالا البته من همه ضعف هم نمیذارم، من باید درست میکردم اصخایی بکنم، این 12 باید 24 گرم باشه در بیشه و کاملا حق به شماست. خب اما بریم سر وقت تست بعدی. بله خب توی تست بعدیمون 31 خرداد 98 گفته شمار اتم ها در 28 گرم آهن چند برابر شمار اتم ها در 25 ممیز 6 دهم گرم مس هستش. زحمتشو بکشید این رو به دست بیارید. شما میتونید بچه ها اینجا که گفته شمار اتم ها نسبت مول هاشون هم به دست بیارین جواب سوال درسته، چون جفتشون در یه عدد آووگادرو ضرب میشه و نسبتشون در نهایت یه عدد ثابت میشه. خب آقای شاهانی گزینه 3 باریکلا. بله آقای درویش علی گزینه 3. خب بقیه دوستان آقای شاهانی توضیح بده ببینم. سلام آقای شاهانی. سلام. خب اینجا ما دیگه NA رو نمی‌نویسیم چون خط می‌خوره توی هر دوتاش، نمی‌نویسیم 28 تقسیم بر 56 به روی 25 ممیز 6 تقسیم بر 64 میشه 64 در 28 تقسیم بر 56 در 25 ممیز 6. ساده که بکنیم میشه 1 ممیز 25. احسن. یعنی نسبت شماره اتم ها در FE به CU برابر میشه با 28 گرمه. آهن تقسیم بر جرم مولیش بر روی 256 ضرب در 10 به توان منفی 1 تقسیم بر 64 که حاصله این میشه نیم تقسیم بر
چهاردهم و جواب میشه 1.25. ما عدد آووگادرو رو اینجا لحاظ نکردیم چون تو هر جفتش باید ما اینجا میگفتیم ضرب در ان آ، این هم باید میگفتیم ضرب در ان آ. خب این ان آ با هم چی میشد؟ ساده میشد دیگه. بهتون گفتم جایی که ان آ ساده میشه لزومی نداره که ما اون عدد آووگادرو رو بیاریم اینجا لحاظش کنیم و یه عدد بزرگ به دست بیاریم که بعداً تو محاسبات دچار مشکل بشه. مرسی آقای شاهانی. اما بریم تست بعدی. خب دقت کن، گفته اگر جرم 9.3 ضرب در 10^22 مولکول از ترکیبی با فرمول عمومی N2O(N) برابر 16.2 گرم باشد، جرم 3.1 ضرب در 10^22 مولکول از ترکیبی با فرمول عمومی PClN برابر چند گرمه؟ و تو سوال اشاره کرده مقدار زیربند N در هر دو ترکیب با هم برابره. این سوال یه اسکرین شات بگیرید برای جلسه آینده، زحمت شو بکشید حلش کنید و شده جلسه آینده با هم دیگه بررسی میکنم. مرسی که ایوان که اینقدر دقیق به تایم توجه میکنی که به همراه آقای حاج آبادی و آقای مرادپور که خسته نباشید هم گفتم، شما هم خسته نباشید. انشالله که بحث امروز کلاسیمون براتون مفید باشه و یاد گرفته باشید. براتون آرزوی موفقیت.